Merci. چای بخور بس تازه رفتاره داره درست میشه. نکست تو کی جیم شدی؟ ماشین شدیدم. نباش به ما یه ندا میدادی؟ امینین عاشق کمک کردم به مردمه. تو باید حقتو بگی، نه اینکه به تو صدقه بده. درسته؟ مواظب باشو. حرفی میزنم باید که من رفیق ما برو من نشستم سلام آقای دوتو سلام روز بخیر سلام آقای دوتو سلام آقای سلام آقای دکتر کجا میرین جلسه هیئت مدیره است باز دوباره آره آقای مهندس سپهر خیلی وقت هم رو جمع کردن منتظر شما وسایلتون بدین من ببرم تو اتاق بفرمایید شما سلام آقای دکتر آه. چی شد درست شد چه زود رفتیم برگشت براش کار جور کردم واقعا کجا یه خواننده کجا باید کار کنه راست میگین آقای دکتر دست شما درد نکنه خیلی ممنون چشمت بهتره؟ خوبم خدا رو شکر خب من باید برم جلسه خیلی ممنون این نمودار فروش کلش توی دنیاست همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید یک شیب 2% رشد رو داره این میدونین یعنی چی یعنی اینکه ما روی گنج نشستیم یعنی اینکه چند قدم دیگه مونده تا شرکت ما تبدیل بشه به یک قطب بزرگ در بازار بورس آیا تو این جمع کسی هست که از گنج بدش بیاد و اما مطلب بعدی در مورد چاقیه چاقی مشکل روز دنیاست خیلی افراد هستن که تو خانواده های ما از چاقی رنج میبرن کوتا بیا بحران چاقی بحران کل روز دنیاست عرض کردم من پیشنهاد میکنم شما عزیزان ضمن اینکه من تضمین میکنم سود بسیار زیادی داره بیاین دست به دست هم بدیم و قطعی از بهش رو برای خودمون بخریم و این کار عام المنفعه رو به سرانجام برسونیم چه کاری مهمتر از این که نجات بدیم آدم ها رو از این چاقی لعنتی آقای مهندس شما روی مشارکت چند درصد این شرکت حساب باز کردید الان که با درایت و تیزبینی هیئت مدیره محترم تونستیم قسمت اعظمی از پول هامون رو از اون پروژه فضایی در بیاریم و پاهامون بیاد روی زمین هیچ محدودیتی برای ورود دارو نداریم شما دستور بدین من میارم خیلی از داروها هست که توی بازار جاشون خالیه و ما میتونیم اونها رو بیاریم و سود ببریم من رأیم و صراحتاً اعلام میکنم نظر من در مورد واردات چنین داروهایی منفیه آقای سپهر بیشتر به سودش فکر میکنن تا کارآمدی داروهایی که نیاز مردمه در ضمن واردات با طوری باشه که شأن ما حفظ بشه جناب آقای دکتر امینی عزیز بحثای ناتمامی درباره پروژه شما مونده شما کارو کی میخواین شروع بکنین؟ بالاخره ما هم صاحب امتیاز هستیم هم صاحب 30% سود به محض اینکه بقیه سرمایه رو تامین کنم کارو شروع میکنم قبلا صحبت کرده بودیم این به محضی که میگین از کی شروع میشه؟ کی میخواین اجراش بکنین؟ بالاخره ما هم باید تکلیفمون رو بدونیم یا نه؟ شما یک زمانی رو براش مشخص کنید جناب دکتر مثلا بفرمایید 2 ماه دیگه زیاده؟ کمتر؟ اجازه بدید آقای سپهر برای اینکه صاحب اون 30% بودجه‌ای که شرکت در اختیار من گذاشته بشه من متهم به عوام فریبی میکنه در حالی که خودش مدام داره نقش بازی میکنه آقا شما فراموش کردین افرادی که اینجا نشستن همه شخصیت‌های علمی هستن نه تاجر سرمایه گذاری روی قرص های لاغری یعنی رقابت کردن با شرکت های سودجو ما اینجا میخواییم داروی ضد سرطان تولید کنیم یعنی پا بذاریم روی عرصه های انسانی یعنی خدمت به مردم و مسلماً اجر مادیش هم خواهد داشت به وقتش آی دکتر ایلیا پسر 5 ساله ای منه که وقتی از خواب بیدار میشه از خواب رنگارنگش برای من تعریف میکنه
نقاشی هم خوب میکشه. تو تفکرات خودش سفر میکنه به مریخ، یک آدم آهنی فوتبالیست درست میکنه که از مسی بهتر دریبل میزنه. میگم کودک درونتون خیلی فعالای دکتر. از این بابت خیلی خوشحالم. ولی سپر عزیز، من الان 54 سالمه ولی این جوونا فکر میکنم هنوز اشتیاق دونستن دوره جوانی در من هست. ولی شما 40 سالی نشده، انگار جز مادیات به هیچی فکر نمیکنید. آی دکتر، ما از اون نقطه گذر کردیم و همه به اتفاق هم تصمیم گرفتیم. حالا با شرایط خاصی که به وجود اومده، شما چه مدت زمانی رو نیاز دارید؟ لطفاً اون تایم رو برای ما مشخص بکنید. ممنون میشم. حق با شماست. فاکتور زمان مهمه. همونطور که اطلاع داری این شرکت 70% تأمین سرمایه بقیه رو به من واگذار کرده. منم الان دنبال سرمایه گذارم. به محضی که موفق شدم تاریخش رو اعلام میکنم. کفایت مذاکرات رو اعلام میکنم و ختم جلسه. دوستان لطفاً قبل از اینکه صورت جلسه رو امضا کنن تشریف نبرن. ممنون. همراه نمیخوام. خواهش میکنم. کجی تا چی میبینیم؟ جاش مهم نیست، اومدم این خود با هم حرف بزنیم. در خدمتم. به نظر تو جلسه امروز چطور بود؟ خب شما خوب تمومش کردیم، ولی من فکر نمیکردم شرکتی که این هم براش زحمت کشیدیم کارش به اینجا بکشه. راستش من دیگه چندان شوقی برای بودنتون شرکت ندارم استاد. تو چهره شاخص این شرکتی. اگه اسم و اعتبارتون نباشه کی به این شرکت توجه میکنه؟ اگه توی موقعیت تو بری کی جای تو رو میگیره؟ سپر؟ این اون چیزیه که تو میخوای؟ در حال حاضر من فقط به اندازه 30% که به من دادین اعتبار دارم، بیشتر ندارم. جایگاه علمی تو اعتبار تو تعریف میکنه، نه رو تو موزه این که ازت سوء استفاده شه. من چنین کاری نکردم. ولی بهش فکر کردی؟ اگه شرکت اعتبارش رو دست بده، وقتی داروی تو آماده میشه وضع مناسبی واسه پخشمون نخواهد داشت. یه داروی معتبر، یه شرکت معتبر بس پشتش باشه برای پخش. خودم یه فکری برش میکنم. نمیدونم چرا همیشه میخوای تنها باشی. دوستاتو داری به خاطر یه چیزی که فکر میکنی اشتباه بوده، یکی یکی از دست میدی. استاد شما جایگاهتون بالاتر از این حرف هاست که تو این وضعیت بخواین جانب فرزاده بگیرید. من جانب فرزادو نمیگیرم، ولی فرزاد جایگاه نداشت. فرزاد بهترین دوست تو نبود؟ اگه فرزاد بود سپر جرأت میکرد حرف واردات داروی لاغری رو بزنه؟ من نخواستم فرزاد بره، خودش رفت. بعدش هم الان شما نمیدونید فرزاد چی کارا داره میکنه. چی کار میکنه؟ تلافیشو سر بچه ها در میاره. بهروز، من برای پادرمیونی بین تو و فرزاد دیگه نمیتونم بیشتر از این اصرار کنم، خودتون میدونی. اما اگر کارا همینجوری پیش بره دیگه کمکم از دست من بر نمیاد. ممکنه پروژه دارویی تو به طور کلی بخوابه. حرف آخرمو بزنم و برم. تأکیدم روی پروژه دارویی توه. 20 سال پیش که این پروژه بلند پروازانه رو شروع کردی جوون بودی، ولی الان ستون یه شرکتی. حق اشتباه کردن نداری. اگه نتونی یه کسی رو پیدا بکنی که برات سرمایه گذاری بکنه،
این پروژه تو به یه جایی برسونی همه چیز از دست میره. این آدم هایی که امروز توی جلسه صحبتی نکردن فکر نکن موافق تو بودن، اونا داشتن جریان باد رو بررسی میکردن. این جریان بادی هم که من میبینم زیاد موافق ما نیست. بله ولی شما خودتون گفتین زیر پامو خالی کردم. من محاسباتم درست بوده؟ محاسبه که فقط روی کاغذ نیست بهروز. میفهمم میفهمم چی میگی. به تازگی همه چی رو شفافتر میبینم استاد. این شکست باعث شده که من عینکم رو عوض کنم. خب این عینک تو حفظ کن، قطعا همه چیز رو بهتر میبینی. بله استاد، من دارم سعی خودم میکنم. خانومم بی سرمایه گذار پیدا کرده، اگر به توافق برسیم همه چی درست میشه، نگران نباشه. ولی من نگرانم تا به روز. تو خیلی رومانتیکی، دنیا جای آدم رومانتیک نیست. چی شد؟ نمیای؟ امروز نه، ولی تو مسیر کاری همیشه باید. اسم دخترم یاد ناخودآگاه اشکم سرازیر میشه. سرطان هیچ فرقی با سیل و زلزله نداره، وقتی میاد همه رو نابود میکنه. یه بلای آسمانی، هم برای مریض هم برای اطرافیانش. زلزله که نه، ولی میشه گفت این سیله، هم قابل پیشبینی، هم میشه جلوشو گرفت و هم ضرر احتمالیشو کم کرد. یه درون قدرتمند، یه سد بزرگ در مقابل این سیل ویرانگر. حتما همینطور. خدا خیرشون بده خانم دکترو، هر چی که لازم بود برای دختر من انجام دادن. اصلا دخترم یه آدم دیگه ای شده بود. درسته که عمرش به دنیا نبود، ولی غمگینم از این دنیا نرم و تا آخرین لحظه به درمانش امیدوار بود. ما داریم تلاش میکنیم با یک عده جوان پژوهشگر کاری کنیم که دیگه اتفاقایی از این دست برای امثال دختر شما نیفته. بهتر بریم سر اصل مطلب. من برای این کاری که شما برای تولید دارو میخواین انجام بدیم احترام خاصی قائلم. من 50 سال تو بازار یه مغازه دارم، اعتبارم هم کم نیست. هم خودم پشت کارت هستم، هم چند تا از کاسبای بازار رو راضی کردم. آقای امینی، این کار خیلی که شما دارین میکنین اصلا بی نظیره. من مطمئنم که شما موفق میشین. خیلی متشکرم. منم به کاری که داریم میکنیم خیلی ایمان دارم. به امید خدا انشالله که دو کارتون موفق میشین. متشکرم. خیلی خیلی خوشحال شدم از دیدارت. من بیشتر. خدا قربونتون برم. آقا زحمت نکشید. قربونتون برم. مرحمت زیاد. خدا چه مرد نازنینیه. همه جا مو رو از ماست میکشه بیرون و دو دو تا چهار تا میکنه، ولی واسه کار خیر سوالم نمیپرسه. بهروز؟ چیه؟ دارم فکر می‌کنم یه قدم به حل تولید دارو نزدیک میشیم. نگینم که مشکلش داره حل میشه، فقط میمونه مشکل پسرمون حساب. اونم حلش میکنه. ناهید، میشه من برم دنبال تولید دارو؟ شاید بتونم دنیای رو از یه بیماری بزرگ نجات بدم. عوضش تو بری سراغ حل مشکل سارا و حسام. حسام! حسام!
وای چرا پرس عمه زنت رو من خالی میکنی؟ قاطی هم مسئول قاطی هم قاطی هم اصلا درد گرفت اصلا تو چرا اجازه میدی با تو چنین رفتاری بکنن؟ برو سرتو بلند کن بگو آقا این زن من حق من به کسی هم مربوط نیست بعد اصلا معنی نمیده بعد از عقد رسمی این رفتارها رو اونو انجام بدن باورم نمیشد خونه رو ازمون بگیره اما الان کلن اصلا مشکل مسکن هست ما یه ماه بالای خونه رو میخوایم اجاره بدیم اصلا مستحجر پیدا نمیشه تو این فصل فصل بعدیه میدونی چی میگم؟ بعد دانشجو همهشون از دم خونه دار شدن مسو؟ ما میگیریم اشتر زودتر نگفتی چیا؟ خونه تونه دیگه آن که کوچیکه بعد مثل یه نفر هم میشه برو بگو اجاره رفت برو مطمئنی؟ آره بابا برو بسام در سر برو نشه. میگم من الان دارم میرم دنبال سارا برو باش سارا یه خونه گرفتم چی شده؟ وسایلتو جمع کن نیم ساعت دیگه میام دنبالت چی داری میگی حسام؟ ببین ما الان بکشیم کنار بابات میبره امروز خونه اونو فروخت فردا دست تو رو میگیره میبره خارج ببین نمیخوام بهت بگم ولی اونا دارن از سادگی ما سوء استفاده میکنن ما میریم سراغ خونه زندگیمون اونا کم میارن میان سراغمون دیگه آخه من نمیدونم حسام بابا من دیگه حوصله این بازی ها رو ندارم برم بزنم تو دهن کی بگم میخوام بزنم بذار ببینم چی میشه یعنی میای باشه رسیدم خونه بهم زنگ بزن عاشقتم حسام نری شر به بکنیم من امروز تکلیف اونو روشن میکنم تکلیف ما که روشنه تکلیف اونا رو روشن میکنم ببین چقدر ضعیف شدی نمیشه که غذا نخوری میخوای منو آزار بدی منو اذیت کنی بذار برم برات یه قرص جوشان بیارم مزهش خیلی خوبه دیگه روزی یه دونه قرص ویتامینو که باید بخوری کسی رفت بیرون؟ سارا؟ سارا؟ بودو چی کنیشی؟ بودو برو پایین بیا بودو بیا قلبم داره تون تون میزنه منم هم اینطور بابا کاش زودتر این کارو کرده بودی میدونم من تا حالا اینجوری نشدم چی کار میکنی دست دست کردیم فکر کنم میتونن جلوی ما رو بگیرن وای اما نظرم بگو الان خیلی عصبانیه باید هم باشه کسی که نتونه خوشبختی بقیه رو ببینه باید هم عصبانی باشه وا نگو اینجوری حسام اما بیچاره هیچ چی تو دلش نیست اسمشو نیار داریم میریم سر خونه زندگیمون اسم عمه تو نیار خیلی خب حالا کجا داریم میریم برنامه دارم برای سارا خانم برنامه برای زندگیمون دارم ها یعنی چی بگو ببینم؟ بابا داریم این سر خونه زندگیمون برات خونه گرفتم البته قبلش میریم یه گردش درست حسابی میکنیم بعدش میریم خوبه؟ اون وقت اجارهش رو از کجا بیاریم؟ تو که داری کار میکنی منم که قراره
فردا بگردم کار نون افتار پیدا کنم دیگه مشکل اجاره نداری. نداری؟ نه. میگم راستی عمو بهروز و نایی جون چی گفتن؟ نگفتم بهشون سر. چرا؟ گفتم حالا که قرار نیست خانواده تو بیان خونمون، تو باید تصمیم بگیری که خانواده من بیان یا نیان. بین الله نگین خانوم، نگین خانومم. سیامک تو خجالت نمیکشی؟ به تو هم میگم مرد، دیروز که منو اونجوری ول کردی تو بیمارستان بد اخلاق نباشتی که کارت پیدا کردم امروز. آره تو فکر این دکتر امینی بفهمی تو چه غلطی کردی باز بهت کار میده؟ تو که همه چیزو گذاشته بودی کف دستش. وای نگی من وایسادم کارهای بستری تموم بشه خیالم راحت شد حالت خوبه، بعد پیچیدم رفتم. الانم اومدم معذرت خواهی. اینم خدمت شما. خودتو به اون راه نزن، از من دزدی کردی با پول خودم رفتی یه آشغالا رو خریدی. پول؟ تو پول داری مگه؟ خیلی پر روی سیامک، امضای منو جعل کردی ازت شکایت میکنم، به جرم دزدی میندازمت زندان. نه بابا پیاده شو با هم بریم. دزدایی که پول خونه بچه منو میداد یه پدر داغدارش، حالا برو هر کار دلت میخواد بکنه. هری پسش بده، پسش بده، اون پول تو نیست، دست تو بشه. یه شب همه رو به باد میدی، من میخوام قرض طلبکاراتو بدم. ببین پول اونا رو بخوام بدم خودم دستم کج نیست که، خودم میدم. فکر کردم از اون مردم که اختیار زندگی ما بدم دست زن جماعت. پسش بده، پول تو نیست، پول منه، ازت شکایت میکنم. شکایت کن، تو هم میشی مثل اون یکی طلبکارا. خیلی خوب، پس خودت خواستی، حالا ببین چه بلایی به روزت میارم. اون به جونت کنم بی لیاقتی، برو هر کار دلت میخواد بکن. بهت میگم، حالا پدرتو در میارم، پدرتو در میارم. اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه. تصمیمتو بگیر، تصمیمتو بگیرم یه الان تمومش کن، تمومش کن، تمومش کن. بهروز جان ببخشید الان میام. عجله نیست، به کارت برس. نایی سلام. سلام. کجا بردینش؟ کیو؟
خودتونو به اون راه نزنین. جریان چیه؟ بازی در نیارین. کجا بردینش؟ آذر جان بیا بریم، انگاه اینو بیخبرم. کجا بریم؟ دارم بهت دروغ میگن. دروغ چی خانم؟ بگو. بهروز جان شازده پسر شما یه دستگل دیگه هم به آب داده. سارا رو برداشته، دوتایی در رفتن. گفتم این پسر چیزش هست. نگران نباشید، پیداشون میکنه. قلم پاشو میشکنم. اون فرد باشین خانم. چه روی دارین شما به خدا؟ اگه امیرعلی من این کارو کرده بود تا الان خودم رو تو 100 تا سوراخ قایم کرده بودم. انقدر شما این کارو میکنین که اصلا شرمتون نمیشه، بهش عادت کردین. آذر جان اجازه بدید، اجازه بدید. اولا که زنش حق داره، بعدش هم من این عمل رو تایید نمیکنم. فرزاد جان شما ما یه جایی حسام بودین همین کارو میکردین. باید ببینیم ما چیکار کردیم که اتفاق افتاده. کی دوست داره شروع زندگیش اینجوری باشه؟ باز دوباره خام شدی؟ با دو تا جمله کوتاه اومدی؟ خب راست میگه. لابا سارم خودش خواسته که با اون رفته. به زور که نبردنش. بهروز جان باید پیداشون کنیم. من اصلا دوست ندارم دخترم اول زندگیش با من قهر کنه. منم کمکت میکنم فرزند. تو راست میگی، اگر من جای حسام بودم همین کارو میکردم. اما اگه تو جای من بودی رضایت میدادی یکی یک دونه تو اینجوری بردارم ببرن؟ آره؟ جوابی نداری. جواب نمیده. باید بریم دنبالشون. چرا به گوشیش جواب نمیده؟ چه میدونم؟ الو، چرا گوشی تو جواب نمیدی پسر؟ کجا؟ سارم باشه؟ درست حرف بزن ببینم. چی کار کردی آخه؟ هیچ میدونی چقدر فرزاد و خواهرش نگرانن؟ کجا یادم؟ مطمئن؟ خیلی خوب. چی گفت؟ کجاست؟ تهرانن، فردا میان پیش شما. یعنی خونه کی رفتن؟ این چه کاری آخه؟ گفت خودش زنگ میزنه به فرزاد از نگرانی درشو میاره. بیا حسامی خراب نشه رو سرمون. اینجا نه، برای چه خونه به خوبی؟ سلام. سلام 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 خانم. خوش اومدی. ببین من فقط به بابام نگفتم که عروسی نگرفتین. خب بعد تو هم سوتی نده که مامان بابات نمیتونن. دمت گرم. بفرمایید. خوش اومدید. سلام علیکم. سلام، احوال شما خوبی؟ حالتون خوبه دخترم؟ ممنونم. خوبی؟ بفرمایید داخل. بده من سوتی. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. بفرمایید دخترم. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. ممنون. سلام. 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 خوش اومدین. قدم رو چشم ما گذاشتین. سلامت باشی. ممنون. این اکبر آقای ما قرار بود اینجا رو بده به دو تا دختر دانشجو. من بهش گفتم دست نگه دار. دیدی اکبر آقا یه زن و شوهر جوونم میتونن تو این خونه زندگی کنن. یه مقدار وسایل ما بالا داریم که میتونید ازش استفاده کنید. البته قابلتون رو نداره ها. آقا مسعود گفتش که قراره مثل یه سری وسایل بیارین اینجا.
ما یه آشپزخونه کوچیک بالا داریم، اما هنوز گازش وصل نشد. بله بله. من یه مقدار تخم مرغ و نون و روغن و این چیزا گرفتم که لااقل بتونی صابونه بخوری. خیلی لطف دارین، ممنون. دستتون درد نکنه، ممنون. قراردادم ان شاءالله فردا می‌بندیم. آره آره حتما حتما. بله. رخت خوابم میدم براتون بیارم. دستتون درد نکنه، ممنون. واقعا زحمت کشیدید. اجازه بدین دارن یکم استراحت کنم. بفرمایید. بفرمایید. ممنون. شبتون بخیر. بفرمایید. بفرمایید. مسعود دیگه بیا جانم بابا، من درستابی نفهمیدم اینا چرا میخوان اینجا زندگی کنن. بابا بهت گفتم که بابا اینا مایه دارن، خانواده دارن، اصلا قرار دارن یه آپارتمان گنده زندگی کنن، ولی حسام نمیخواد بره زیر بلیت پدر زنش. همین محسود جان، یه چیزی هست تو نمیخوای به من بگی؟ نه بابا چه چیزی هست؟ هیچی نیست. بیا بالاتر. بیا اینجا که انباریشه. خب آشپزخونه نقلی گازش هم که دیدی گفت زود بس میشه. اینم همون دستشویی و اینم خود خونه. به به، چرا وایسادی؟ بیا بیا تو، بیا تو. خوبه؟ خوبه؟ آره خب، تازه اول زندگیمونه. خواب نداره؟ خواب؟ اتاق خواب سارا همش همینه، ولی خب یه بالکن اختصاصی اینجا چرا داریم؟ من گرسنمه. حسام گفت اونو برای صبونه است که دیگه. خونه خودمونه، میتونیم اصلا شامو جای صبونه بخوریم، صبونه رو جای شام بخوریم، میتونیم اصلا شام نخوریم. من 3 تا تخم مرغ میخورم، تو چند تا؟ یکی. دیدی سارا؟ دیدی اومدیم زیر یه سقف؟ دیدی نمیتونن ما رو از هم جدا کنن؟ دیدی؟ آره دیدم. آقا حسام چیه بابا؟ هیچ آروم باش، حتما شام آوردم برامون، آروم باش. بله اکبر آقا. مهمون داری؟ مهمون؟ بفرمو. سلام آقای دکتر. آقای دکتر پدر سارا خانم هستن. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدین. سلام خیلی خوش. داشتیم اینا رو میبردیم بالا برای بچه‌ها که شما اومدین. نه دیگه بریم بالا. آره بریم تو. آره سلام. سلام.
مبارکه. میبخشید من دست خالی اومدم. شما اجازه میفرمایید من چند کلمه با دخترم صحبت کنم؟ تنها تو همجا بمون، مراقب باش دوز وسایلتو نبره. تو رو دارم من، خرابش تو نباشی من تموم شدم. بابا حسام همسر منه، من نمیتونم ازش بگذرم. چه آرزوهایی برات داشتم، لیاقتت بیشتر از این است. Thank you.
این همش راسازکیه. وای خدا نگین، همه چی داره جور میشه، همه چی داره جور میشه. سلام. سلام. لیریکتون آوردین؟ لیریک اگه آه بله لیریک آوردم. لیریک همین؟ نه یه لحظه دیم اینه که دیگه آخرش رو همین؟ من چون یه دفعه بهم الهام میشه بعد دیگه روی هرچی که دم دستم باشه مینویسم. یعنی این آهنگم حال هوای زندگی خودمه، یعنی حال هوای جدا افتادگی من از شهرمون توش موج میزنه، حال هوای قربت. بله ببخشید استاد. استاد من میتونم برم اون پشت بخونم؟ بفرمایید. عاشقم من، عاشقی بی خبر کس ندارم خبر از دل تا. ببخشید میشه لطفاً اینا رو بدیم به من؟ من خودم براتون تایپ میکنم. فایلای تایپ شده رو برای استودیو ایمیل کنم. ایمیلمون رو کارت مؤسسه هست. هست من چشم. تو یه شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. اگر که هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه در چطوری؟ این چه کاره یه داری میکنی؟ واسه چی داری آبرو ریزی میکنی؟ چی کار کردم؟ چی شده؟ چی کار کردی؟ آه. اینا چیه؟ لیریک. هر کوفتی که هست واسه چه ندادی من تایپشون کنم؟ ای بابا هنرمند هر چی به هم ریخته تر هنرش بیشتر. بفهم یادت که نرفته دکتر امینی معرف ما بوده. اصلا دلم نمیخواد تو شرکت آبرون بره. اگه بره به بابام بگه چی؟ بابا تو از چی میترسی؟ چی شده الان؟ بابا من درست شدم نگیم ببین. بابا من از روز اول زندگیم همینه میخواستم، آرزون بود، الان بهش رسیدم. نگاه کن بابا، یه آلبوم بدیم بیرون، بارمونو بستیم، تموم شده رفته، شده همون مردی که میخوای، همون سیامکی که عاشقش شدی این روز اول. یادته؟ ها؟ خوب یادم. ببین قبول دارم بهت بد کردم، قبول دارم، ولی بابا شرایط بد بوده، الان زندگی داره درست میشه، همه چی داره میفته رو غلطک. عزیزم نگیم، به مرگ خودم زندگیمونو درست میکنم، زندگیمونو درست میکنم، به من اعتماد کن، اعتماد کن. باشه ها؟ باشه باشه. بخند دیگه. این هم تقدیم به تو بانو. دلم برات تنگ شده جونم، میخوام ببینمت نمیتونم، بین ما دیوارای سنگی حاصل یک عمر میدونم. برا برا با قوزه تر و زشته نیست میگم، بسا اینجا بی بری بیرون.
تو این چنان سادش نبودی دنیا رو سرم خراب. خودش میدونه چقدر دوستش داری. بفرمید. میگم سارا جان، تو حالا دیدی بودی پدرت اونم صحبونه یه همچه اشتهایی داشته باشه؟ ندیده بودی؟ من که ندیده بودم. عمه جان بیا بیا بخور یه ذره جون بگیری. بگیر. سارا حالا درست شد اینگیری بخور. متشکرم. بله. سلام عمه جان، خوب هستین؟ در چه مورد؟ بله دیگه اختلافی بود تموم شد. بله نه از دست کسی کاری بر نمیاد. ما همه تلاشمونو کردیم ولی خب گویا قسمت هم نبودن. سارا جان به زودی عازمه. بله داره با من میاد کانادا. خواهش میکنم. حالا بعدا با هم مفصل صحبت میکنیم. اختیار داری، خدمت از ماست. بله خیلی سلام برسونیم. بله خداحافظ. باش. نمیتونستی توی اتاق دیگه جواب بدی؟ کف دستمو که بو نکرده بودم. بعدشم دیگه باید با شرایط جدیدش عادت کنه. خب بیا برو حالا دلداریش بده. خودت خرابش کردی، خودتم برو درستش کن. زنه. چرا؟ راستش از این کارشون خوشم اومده، جسارت داشتن. دیگه نمیذارم تکرار بشه. اینا وقتی این کارو میکنن یعنی عاشقن. عاشق میفهمی؟ من یه بار عاشق شدم، هنوز دارم توانشو میدم، پسش سر در نمیارم. اگه سارا برگشت اینجا برای که نمیتونست اون مارو نکدامه بده، من این دخترمو در ناز و نعمت بزرگ کردم. خودت میدونی که تحمل میکرد به خاطر عشق به حساب. تو که باید الان خوشحال باشی که آوردمش خونه. شک نکن که هستم، دارم برنامهشو میچینم برای رفتن. ولی خودت چی؟ دیشب دیدم داشتی یواشکی گریه میکردی. فردا رو میخوای چیکار کنی؟ فردا هنوز نیومده. تقصیر خودته، از روز اول نباید میذاشتی اینا به هم نزدیک بشن. حالا هم دخترتو باختی، هم یه باخت بزرگی به بهروز دادی. واقعیت زندگی یه چیز دیگه است. دست خالی نمیشه ادامش داد. اینا رو حالش کن. خودت چرا بهش نمیگی؟ من کار خودم رو کردم، حالا دیگه نوبت توه. پس بسپرش به من، خودم کاراشو میکنم، با خودم هم میبرمش. پس برو جلو اینو چیکار میکنی؟ خدافظ. خدافظ. سیامک، سیامک کجایی؟ کیوان اینجا آبا. راحت پیدا کرد اینجا رو؟ تو اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ آه اینجا هتل کارتونه دیگه، معروفه که. عجب. شب بیا اینجا بین اتاق خالی پیدا میکنی؟ 5 تا ستاره هم نره، خورونش برم 1000 تا ستاره داره. میخوای اتاق کارتو بگیرم؟ میدونی زمینش هم میارزه؟ بابا مال یکی مثل این یارو امینیه دیگه. خونه من تو رو کرده تو شیشه، انقدر پول اضافه آورده نمیدونه باش چیکار بکنه. امسال امینی منو تو و زن تو رو گیر میارم، میکنم نردبون خودشون. آخ قربونه دهنت، خوب گفتی. با من این یارو میفهمم نگی نمیفهمم، دم به دقه از این یارو دفاع میکنه. حق داره، خب رفیق باباشه، از تو هم بیشتر میشناستش، ولی تو باید چششو باز کنی. بابا کیوان باز نمیشه، نمیشه، نمیشه. 100 دفعه بهش گفتم حرف تو این کلش نمیره. اینقدر زنزلی هر بوده گوشت نمیکنه.
چوبکاری نکن بابا. برنامه براش دارم، آدمش میکنم. چه برنامه؟ میخوام برم خارج. اه؟ دستش تو عنا بمونه میفهمه کیو از دست داده. امروز یه جوری باهاش حرف زدم من خیال میکنه زندگی گل و بلبل میشه. بابا اینو امینی خیال کرده من خرم اینجا آلبوم بدم. بابا کیوان من باز برم اون طرف. من باز برم اون طرف چهار تا آهنگ اسمی اسیدی بخونم. چهار تا هم کلیپ فولشتی لاکچری بدم بیرون. لب ساحل، لب دریا، آفتاب، آتیش، گیتار. عشقم این روزا هوای تو هوامو بد کرده. چطوره؟ عالیه. آقا من واسه برم، واسه برم سر کار. مرده و کارش. من میتونم این واسه در یه تیغی بزنم؟ آفرین. میزنی؟ نه، بزن. عجیب نمیشه یا؟ بزن روشن شی. هوای تو استاد، دکتر، احمد آقا من خزاییم، خزایی مخلص آقای خزایی. آقا میرسونی اونو با ما؟ چی رو؟ او یه مساعده، یه پیشقصی، یه پولی دست ما رو بگیره فلان اینجا. نه، نمیشه. آقا تو که هنوز چیزی ضبط نکردی. آقا تو به ما اطمینان نداری؟ من دیگه روم نشد از دکتر بگیرم. آلبوم هم نفروخ ازش قرض میکنم، پول شما رو میدم. حالا برو یه کاریش میکنم. خوبه؟ نوکرتم استاد دکتر خزایی. عمرن اگه لنگم رو پیدا کنی. آقا سلام عرض شد. سلام علیکم. درست مزاحم میشم. شما از این شرکت تشوردین؟ بله. آقای زندیپور کارمند شما هستن؟ شما؟ من از شرکت هواپیمایی مزاحم میشم. ایشون درخواست ویزای استرالیا دادن. با توجه به اینکه هزینه دریافت ویزای مقدار سنگین هست، منو فرستادن تحقیقات میدانی که ببینم ایشون از پسش برمیان یا نه. یه قرون پولم نداره. خواننده بدی هم هست. نه بابا. اما شاید بتونه پول شما رو بده. من می‌نوسم که عدم توانایی در پرداخت. خدا خیرت بده منم نجات بده. نمی‌تونم. دست شما درد نکنه. ببخشید مزاحم شدم. این همه دکمه مغز آدم سوت میکشه بابا. بریم آلبومو بخونیم بریم بیرون دیگه. حالا استاد این دکمه چیه؟ دست نزن آقا. سلام آقای خزایی. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدین. حالا شما خوبه؟ خیلی خیلی خوش آمدین. آقا چرا بی خبر آمدی شما؟ من میخواستم اولی آهنگمو که ضبط کردم اون موقع خبرت کنم. ایراد نداره، ما همینجوری هم صداتو قبول داریم. استاد تا وقتی دکتر اینجاست میشه من یه اتودی بزنم این صدای ما رو بشنوه؟ چرا که نه، برای یه خورده صدات گرم کن شروع میکنیم. دمت گرم آقا، گوش کن. چی کارم داشتی؟ ببین دکتر جان، من امثال اینجور آدم ها رو خوب میشناسم، واسهش وقت نذار. چرا مایی چی کار کرده؟ داره کاراشو درست میکنه، میخواد بره اونور. فکر میکنم اونجا میخواد خواننده شه. دلیل این که زنگ زدم بیایم همینه. گفتم حواست باشه پول بهش ندی. خب خانوادهش چی؟ اونا رو چی کار میکنه؟ حتما توهم زده که خواننده بزرگیه. از یه آدم متوهم چه انتظاری میشه داشت؟ بخونم. هر جا که رفتم، هر جا که بودم. خانم غلامی، آقای دکتر دارم میام. سلام آقای دکتر. سلام. تشریف آوردین، داشتم نگران میشدم، اصلا سابقه نداشت شما انقدر دیر. کسی با من تماس نگرفت. چرا آقای دکتر؟ آقای ابراهیمی تماس گرفتن، قرار شد خودشون باهاتون تماس بگیرن. آقای اشرفی تماس گرفتن از شرکت. خانم مشتاق دادمش کن. وای آقای دکتر چی بگم از وضعیت خانم مشتاق؟ انقدر پریشون است از وقتی بچه‌ش مرده یه آدم دیگه. من قصه برای من تعریف کنید. جواب سوالو موجز بده. خانم مشتاق دادمش کن. خب آقای دکتر من فهم کنم بعد بگم که وضعیت. باز داری یه چیزای دیگه میگی؟ بله هست. این شد.
سلام. 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 سلام علیکم. خسته نباشی. خسته نباشی. خانم مشتاق یه لحظه بیا. بله. این پاداشی که بهت دادم چیکار کردی؟ چطور مگه؟ خودت به طلبکار دادی یا دادی سیامک؟ راستش سیامک خیلی اصرار کرد اون پولو از من بگیره ولی من اون پولو بهش ندادم. متاسفانه از دست چکم یه برگه برداشت، امضامم جعل کرد، تو حسابم پول برداشت. من نباید توی این موقعیت بهت پول میدادم. نه شما که به من لطف کردی. تماس بگیر حتما به بابات بگو. ولی من نمیخوام بابام بفهمه. چرا؟ تو هیچ میدونی سیامک داره کاراشو میکنه بره خارج، نمیدونم اونجا خواننده چی بشه. تو همینجور دست رو دست گذاشتی که اون پولاتو ببره بده به قاچاقچی. یعنی چی؟ پس چرا به من نگفتش؟ منم هم همینو میگم. بگو بزرگای خانوادت میشینن تکلیف زندگی تو روشن کنن. حالا خیلی ممنون که بهم گفتی. خودم یه کارش میکنم. به بابات میگی؟ باشه سر فرصت. الان بهترین فرصته. چشم. برو به کارت برس. تلفون زنگ در رو نزنی. حساب دارم میاد که چی؟ کجا تشریف میبرین؟ میرم سر کار. شما که امروز مرخصی بودی؟ الان زنگ زدن گفتن بیا. بچه جون برو برو دنبال کارت، نزو وضع از این که از بدتر بشه. تو شرم و حیا نداری؟ اومدم دنبال زنم، به کسی ربطی نداره. الان میام ربطشو بهت نشون میدم. سلام امه جان، صبح بخیر. همین الان راتو میکشی میری وگرنه زنگ میزنم به پلیس. پلیس؟ مگه من چیکار کردم؟ مزاحم دخترم شدی، مزاحم زندگی من شدی. حتما باید ببرنه تا حرف بره تو کله تو. سارا زن منه. دیگه نیست. سارا به خاطر باباش دیگه قید تو رو زده. ولی اسمش هنوز تو شناسنامه. اونم همین روزا میاد بیرون. عمره. فکر نکن با پرروبازی میتونی کاراتو پیش ببری. وقتی زنگ زدم پلیس اومد بردت، اون وقت برای اینکه از تو بازداشتگاه بیای بیرون رضایت منو لازم داری. چه خوب زنگ بزنم اینجا وایسادم. الو سلام آقا، یه کسی اومده دم خونه ما مزاحم دخترمه. من باید دست به دامن کی بشم؟ کی میتونه به من کمک کنه؟ من چجوری میتونم از شرش خلاص بشم؟ مگه شما مسئول امنیت مردم نیستی؟ ببخشید اتاق افسر نگهبان کشم. انتهای راه رو بفرمایید. بفرمایید اینم شکایت نامه. بله تاشا. سلام. 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 چطوری خوبی؟ ادعای این خانم قبول داری؟ من به خاطر احترام و بزرگتری گردنم پیش ایشون کجه. ولی شما بگین خلاف آدم بره زنشو ببینه؟ من و دختر ایشون عقد هم دیگه. البته دختر ما اصلا به این وصلت راضی نیست. ان شاءالله همین روزا هم طلاقشو میگیریم. پس لطفاً شماره سارا رو بگیریم ببینم نظر خودش چیه. منصف باشید. باشه. باورم نمیشه اما این همه تعریفی که از من میکردین همش الکی بود؟ به خاطر بابام بود؟ تو واقعا فکر میکنی گزینه مناسبی واسه دختر ما هستی؟ آخه تو چی داری پسر؟ قیافه که نداری با اون دماغ گندت. پول که نداری. یه موبایل گرفتی دستت رفت داری چک 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 چک، یعنی که مثلا عکاسی. والا ما بوکسور عکاس دیگه ندیده بودیم. تو تکلیفت با خودت روشن نیست. اون وقت من رو چه حسابی باید بیام دخترمو بدم دست تو؟ دروغ میگم جناب سروان؟ بگین دروغ میگی. مشکلات خانوادگی رو برید حل کنید. ولی الان وضعیت هر چی که هست شما حق نداری مزاحم خانواده همسرت بشی.
الانم میتونی یه تعهدنامه بنویسی و رضایتشون رو بگیری و بری. برای چی تعهد بدم؟ من برای چی باید رضایت بدم؟ هر روز داره مزاحم دختر ما میشه. هی بابا هی میگه حالا دختر خانم شما دخترت کجا بود؟ جناب سرباشون عمه خانم بنده است. بچه‌ش نمیشه داره مامان بازی در میاره. راکت باش حسام. اون سر باش. ببینمت. این حرفا رو بابات به یاد داده؟ بعد شما اصراری میکنم خانم. همینو میخواستی آقا فرزاد؟ میخواستی هرچی از دهنشون در میاد به خواهرت بگن؟ واقعا دلم برات میسوزه که اینقدر ساده ای. ببین کیا رو دور خودت جمع کردی. تو هنوز نفهمیدی که ما جا رو تو دنیا برای بهروز و خانوادش تنگ کردی؟ تو خودت فهمیدی چی گفتی بچه؟ فرزاد ما چی کار باید بکنیم؟ عرض میکنم خدمتتون در به با کردی یا صد دفعه گفتم برو با فرزاد صحبت کن بگو با سمیان آذر خانم یه کاری با شما دارم. من با شما کاری ندارم. دوست داری سرنوشتی این بچه ها مثل سرنوشتی تو بشه، سرگردان دور دنیا بشن؟ امروز هی قراره به من توهین کنی؟ تو به چه حقی راجع به من اینجوری حرف میزنی؟ من اصلا قصد توهین ندارم، فقط خواهش میکنم کمی واقع بین باش، کمی چشماتو باز کن، نظر زندگی اینا به خاطر ما خراب بشه. به خاطر ما؟ تو فکر کردی کی هستی؟ من هیچ کی نیستم، نیت خیرت هم میدونم چقدر به سارا علاقه داری، ولی این راهش نیست. حرفای قشنگی میزنی آقای دکتر امینی، ولی من دیگه اون آذر سابق نیستم. حنات پیش من رنگی نداره، حرفاتم خریدار نداره. فکر میکنی اگه مادرش بود چی کار میکرد؟ الان من مادرشم و نمیذارم دخترم عروس تو بشه. مطمئنم اگه مادرشم بود همین کارو میکرد. خودت خوب میدونی تو تنها کسی هستی که میتونی فرزاد رو راضی کنی بشونی سر جاش. خواهش میکنم این کارو بکن به خاطر بچه ها. پسر تو لایق خانواده ای ما نیست. من موندم چطور فرزاد رضایت داده. سارا یک عالم خواستگار درست حسابی و با عرضه داشت، اما پسر تو چی؟ هیچی. اگه کمکای تو نباشه دماغش هم نمیتونه بکشه بالا. الانم که رفته اون آشغال دونی رو واسه دختر من گرفته. تو واقعا فکر میکنی من میذارم سارا زندگیشو اونجا شروع کنه؟ اگه دختر خودت هم بود رضایت میدادی؟ بریم فرزاد. تو هم که هیچی نمیگی. چرز کنم باشت. قیافه‌شو نگاه کن، چقدر پکری. مجرمم شدیم دیگه. بلند شو وایسا. وایسا محکم باش. نگاه کن، اگه واقعا به عشقت ایمان داری سر حرفت وایسا، بقیهش مهم نیست. برو ماشین روشن کن اومدم. سلام مهروز. سلام ناهید. خیلی نگرانم. نه جای نگرانی نیست. خب دکتر. حسام با این کارا سارا به دست نمیاد. اینجوری نمیشه، مسئله رو باید دادگاهیش کرد. میشه بابا؟ چرا نشه؟ زنته، عروس ماست. خوب پدر و پسر میبرین و میدوزین.
مامان شما با ما این یا با عمو فرزاد آذر؟ من با سارا. سارا میخواد من بشینم سر جان؟ یه دو صبر کنید مامان چی میگه؟ الان برین دادگاه، فرزادم حرف داره. چی میگه؟ ها؟ چی میگه؟ طبق شرایط موجود من و سارا نمیتونیم از هم جدا شیم. چه شرایطی؟ همین که عقدیم دیگه. پسرم تو واقعا سارا رو میخوای ببری تو اون خونه؟ به آینده تو فکر کردی؟ اون خونه من چشه؟ خیلی همونم ندارم. میفهمم بهروز، ولی حسامم باید به خودش زحمت بده. کرایه اون خونه کوچیکو باید از کجا تامین کنی؟ نه نه مشکل نگین و سیامک. با دست شما درد نکنه، یعنی من سیامکم؟ شما خیال میکنی سیامک از کجا سیامک شد؟ همین شما پشت من خالی نکرده بودین که کردی. حسام جان مامان، من فقط میگم باید دنبال کار بگردی. بابت غذا هم ممنون. حسام الکی عصبانی نشو دیگه. بذار بره، خودش میفهمه. واکنشش طبیعی، برگرده آروم میشه. یه چیزی هست به ما نمیگه. چی آخه؟ نمیدونم، معلوم میشه. شهروندان مجبورند بیشتر روزهای هفته را ماسک بزنند. سپاس از توجه. من برای چی باید به تو کارت بدم؟ اینجا قانون داره آقا، همینجا نمیذارم بری داخل. یکی انگلو گم بشه چه خاکی باید تو سرم بریزن؟ چی شده حسام؟ ببخش خانوم، شما با شما نسبتی دارن؟ بله همسرم هستم. عذرخواهی میکنم، نمیدونستم شوهر خانم ساری هستی. نه اینطوری نمیشه، من باید رئیس تو ببینم. چطور اینجا همه میدونن ایشون همسر منه جز تو؟ حسام این آقا تازه اومدن، خب معلومه که نمیدونن. آقای رضایی من از شما معذرت میخوام، ببخشید. سارا هیچی نگو حسام، هیچی نگو. آبروی منو بردی تو. چته؟ برای چی انقدر خودتو به در و دیوار میزنی؟ تا وقتی نریم زیر یه سقف هم نیکی هست. بهت گفتم الان نمیتونم. ببین سارا، اگه باباتم بفهمه قضیه رو کوتاه میاد. نمیدونم چرا نمیذاری بقیه بفهمم ما دیگه یه خانواده ایم. چیه مگه جنایت کردیم؟ تو دیگه فقط زن من نیستی، تو مادر بچه منی. بذار بریم به بابات و عمت بگیم که بارداری. بذار بریم بگیم که یه بچه تو راهه. بگیم حسام که... یک کلمه دیگه در مورد این موضوع حرف بزنی میرم دیگه پشت سرم هم نگاه نمیکنم. چرا؟ تو زن منی، ما قرار بود با هم ازدواج کنیم. اینو ببین تاریخش کی بود؟ خب عقب افتاد، چیکار کنم؟ ما برنامه‌مون درست بود، اونا خرابش کردن، اینم مکافاتش. آبروی من مکافات اوناست؟ به جون خودم یه عروسی میگیریم همه انگوش بده هم بمونه. با کدوم پول؟ تو هم؟ منم چی حسام؟ امروز اصلا نمیتونستم ازت دفاع کنم. بابا و عمه دست گذاشتن رو بیکاریت. باور نمیکنن تو بتونی زندگی رو به چرخونی. چی کار کنم؟ مامانم با طرف زده؟ نه، از فردا با مسعود میخوام برم دنبال کار.
بهترین شرکت های این شهر منتظرن تا من برم استخدامم کنن، اینجوری دهن همه بسته میشه. خب چرا نمیگی مامان یه بابات یه جا معرفیت کنن؟ نه نمیخوام، میخوام پای خودم وایسم، میخوام تنهایی زندگی رو تشکیل بدم ببینم دیگه کی میخواد حرف بزنه. واقعا میخوای رو پای خودت وایسی؟ معلومه، میخوام بهشون نشون بدم که میتونم یه زندگی رو تشکیل بدم. حسام هر کاری میتونی بکن، ما دیگه تنها نیستیم. بخور ترکی جان. خیلی وقت بود غذا اینجوری نده بودیم ما بخوریم. خب آخه هیچ وقت نیستی، اگه باشه که من همیشه برات سفره پهن میکنم. دیگه این روزا داره تمام میشه، نزدیک اون روزی که به خودت بگی اه 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 عجب شوهری داشتم من. چطور مگه خبریه؟ بابا دارم آلبوم میدم بیرون. به سلامتی. دیگه چی؟ خبری نیست؟ نه چه خبری؟ ماجرای از ایران رفتن چی شد؟ مگه من برنامه داشتم از ایران برم؟ نه خب تو همیشه دوست داشتی از ایران بری. خب حالا که دارم کارام میکنم اصلا این حرفا برای چیه؟ فکر کردی سفره بشینی یه ذره مهربون باشی پولت بهت بس میدم ها؟ نه سیامک، من اصلا منظورم این نبود. بعدم من از اول اشتباه کردم، پول باید دست تو باشه. همیشه این که واقعا یه خبرهاییه. تو حالت خوبه؟ خوبم. همش باید با هم دعوا کنیم، چی میشه ما من زن و شوهرهای دیگه باشیم؟ خب باشه، تو همش قر میزنی نق میزنی شهر رو میندازی. خب اشتباه کردم دیگه نمی کنم، خوبه؟ چرا بد بشه؟ من میخوام برم حموم یه ذره به صدام نرمش بدم، صدام نرم کنم، برگشتم برام دمنوش درست میکنی؟ آره حتما، چرا که نه. نگی من فکر میکنم مثل اون روزای اول دوباره دارم عاشقت میشم. یه چیز بپرسم راستشو میگی؟ جون سیامک، تو هنوز دوستم داری؟
همه ی عوضی بازی ها داره. سیامک چونا میگم چند وقت اصلا با هم دیگه نرفتیم بیرون. میشه فردا با هم بریم رستوران، یه رستوران ایتالیایی. فردا وسط کار میبیچم دوتایی با هم بریم. من دارم چی کار میکنم؟ من دارم چی کار میکنم؟ فرار کن سیامک! سیامک! سیامک فرار کن! چی کارش داری؟ آقا شوهر من چی کار داری؟ سیامک! شدم رودی تو را دریا به دریا جستجو کردم، برای دیدنت هفت آسمان را زیر و رو کردم. تو باید آن من باشی، جنون جان من باشی، تو باید آن من باشی، جنون جان من باشی. جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمان من باشی، جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمان من باشی. چه آتش ها کفشاندم، چه طوفان ها به پا کردم، چه آتش ها کفشاندم، چه طوفان ها به پا کردم. به شوق دیدن آرامش چشمت چه ها کردم،
به شوق دیدن آرامش چشمت چه ها کردم. یکسان شد کجا رفتی که این لانه اسیر چنگ طوفان شد. کنارم باش تا از نو به پای هم سر اندازیم.